هوا در برلین آفتابی است، اما شب‌های گذشته هوا سرد و بارانی بوده است. 10 روز از اعتصاب قضایی پناهجویانی از ایران، کنگو، اتیوپی و کشورهای دیگر در مرکز شهر برلین می‌گذرد. از حدود 5 روز قبل پناهندگان اعتصاب قضایی خشک را هم شروع کردند. الان ما بچه‌ای داریم اینجا که 3 ساله اینترویو اولشون دادن، هنوز جواب ندارن. وضعیت اینا مشخص نیست که آیا شما قبولی از نظر بوندستان یا نه. تازه اون جواب بیاد، بعد خودش میره وارد مراحل بعدی میشه که خیلی زندگی رو سخت‌تر میکنه. در عمل شما میبینی 6 سال 7 سال گذشته از ورودت به آلمان، عملاً هیچ حرکتی نشده، شما پشت دروازه جامعه آلمانی. هدف پناهجویان از این اعتصاب قضا پذیرفته شدن درخواست پناهندگی، بهبود شرایط کمپ‌های پناهندگی و اجازه خروج از کمپ‌های پناهندگی است. با این حال تا کنون از سیاستمداران آلمانی کسی در این محل حضور نیافته. الان 10 روزه که اینجاییم. خب من کاری به حس پاک مردم ندارم. مردم اومدن اینجا دارن به ما لطف میکنن، هر کی به وسع خودش. من دیدم مردی اومد به من گفت کلاه احتیاج داری، کلاه رو سرش برداشت داد به من، اون یکی چتر دست خودشو داد. اینو من میذارم به عنوان یه حس انسانی، اینو میذارم به عنوان انسانیتشون. ولی من نیومدم اینجا دنبال اینجور ترحما، من اومدم اینجا که یه دولت مرد، اونی که ادعای حقوق بشر داره، اونی که میدونه واقعا مشکلات من چیه، میفهمه حسش میکنه و ازش بر میاد که کاری بکنه، اون بیاد جلو، اون بیاد برای من کاری بکنه. نه اینکه بیان به من بگن بعد از 10 روز تنها کسی که اومده داره ادعا میکنه من میتونم به شما فقط کمک مالی بکنم یا یه جا بدم یا یه چادر بدم. بین شهروندان و مسئولان آلمانی اما موافقان و مخالفانی درباره این نوع اعتراض پناهجویان وجود داره. از جمله شهردار برلین که گفته خواست پناهندگان برای دفاع از حقوق خود رو میفهمه، ولی با نوع این اعتراض به صورت رادیکال مخالفه، چرا که راه‌های دیگه‌ای هم برای بیان اعتراض هست. تصمیم گیری درباره وضعیت این پناهندگان کار آسونی نیست. دلم نمیخواد جای سیاستمدارانی باشم که درباره اونا تصمیم میگیرن. به عنوان یه شهروند برلین ناراحت و عصبانی هستم که سیاستمداران واکنشی به وضعیت این پناهندگان نشون نمیدن. Das politisch überhaupt nicht darauf reagiert wird. پلیس برلین هم اعلام کرده خطر مرگ پناهندگان در پی اعتصاب قضا رو زیر نظر داره و اجازه نخواهد داد یک خودکشی گروهی در مرکز شهر برلین انجام بشه. به همین دلیل ممکنه اجازه ادامه این اعتصاب قضا رو نده. پناهنده‌ها از زمانی که پناهندگیشون اعلام میکنن تو کشور آلمان یه پروسه فوق‌العاده فرسایشی و سختی رو میگذرونن. تو هایمایی که اگه تشریف ببرید نگاه کنید، خایمای فوق العاده از نظر استانداردهای زندگی تو حد پایینی که حتی فکر نکنم کسی حیوانش اونجا نگه داره. به ندرت پیدا میشه هایمی که بخواد استانداردهای اولیه رو داشته باشه. با آغاز اعتصاب قضایی پناهندگان تا کنون چندین مورد از بیهوشی پناهندگان رخ داده. مهدی کاظمی دقایقی پس از گفتگو با دویچه وله از هوش رفت و او رو به بیمارستان منتقل کردند.